مرگ ممکن است به طور ناگهانی و بدون هشدار قبلی و بدون دلیل به سراغ هر یک از ما بیاید. او عزیزان ما را می‌گیرد، گروه‌ها را از هم جدا می‌کند، لذت‌ها را از بین می‌برد و غم‌ها را بر قلب‌های ما چیره می‌کند. بازماندگان پس از مرگ برای ما گریه می‌کنند و روح ما پس از ترک جسممان دیگر هیچ خانه‌ای برای زندگی ندارد، مگر توشه و سرپناهی که از قبل در دنیا برای آخرت خود ساخته باشیم. دغدغه بیشتر ما مسلمانان این است که چگونه بعد مرگمان با خدای خودمان ملاقات کنیم و روحمان قرار است در تاریکی قبر چه چیزهایی ببیند و چگونه با فرشته مرگ ملاقات می‌کنیم. آیا قرار است این مراحل را به راحتی بگذرانیم، با یک چهره زیبا از ملکوت مواجه شویم یا نه؟ قرار است ترس و سیاهی زیادی ما را احاطه کند و مورد خشم عزرائیل قرار بگیریم. قبل از تماشای این ویدیو چنل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید و برای حمایت از ما فقط کافیست که این ویدیو رو لایک کنید و در ادامه با چنل آمازون تیوی همراه باشید. زندگی انسان از لحظه‌ای که در شکم مادرش هست شروع می‌شود و در زیر خاک به پایان می‌رسد. وقتی انسان می‌میرد و نزدیکانش او را در قبر قرار می‌دهند، زندگی برزخی او آغاز می‌شود و زندگی در برزخ زندگی دیگری است که هر انسانی پس از عمر در این دنیا آن را تجربه می‌کند. زندگی در برزخ ادامه دارد تا زمانی که فرمان خدا برسد و دنیا و تمام موجوداتش نابود شوند و ما و همه اهل قبور وارد مرحله حساب و قیامت شویم. همگی در روز قیامت از خداوند بهشت را طلب می کنیم و از جهنم به او پناه می بریم. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که وقتی میت می میرد روحش را در قبرش به او باز می گردانند و از پروردگارش و دینش سوال می کنند. وقتی این سوالات را از کافر یا منافق می کنند، او می گوید ها؟ نمی دانم، شنیدم که مردم راجع به اینها چیزهایی می گفتند، ولی من غفلت کردم. و هنگامی که شخصی را در قبر او می گذارند و نزدیکانش از او روی می گردانند و صدای کوبیدن کفشهایشان را می شنود، دو فرشته به نام نکیر و منکر نزد او می آیند و در مقابل روح میت حاضر می شود. یکی سمت راست و دیگری سمت چپ او قرار می گیرد. اگر شخص آدم بدی در دنیا باشد، چهره نکیر و منکر برای او چهرهی ترسناک و عذاب آور خواهد بود. و اگر در دنیا انسان خوبی بوده باشد، چهره نکیر و منکر برای او چهرهی لطیف و زیبا خواهد بود. و در روایات آمده که امیرالمؤمنین علیه السلام علی ابن ابی طالب برای تمام مردگان، در شب اول قبرشان حاضر می شوند و انسانهای پاک می تواند به کمک پیامبر و ائمه این مرحله را راحت تر پشت سر بگذارند. نکیر و منکر پس از آنکه بالای سر روح حاضر شدند از او سوالاتی خواهند کرد. از او می پرسند ربت کیست؟ پیامبرت کیست؟ و در دنیا به چه امامی اقتدا کردی؟ آنها در مورد مؤمن می گویند گواهی می دهیم که او بنده خدا و پیرو رسول اوست. و در مقابل به انسان ظالم گفته می شود به جایگاه خود در جهنم بنگر، آیا در دنیا به تو گفته نشده بود که به دیگران نیکی کنی و خدا را عبادت کنی؟ شخص کافر هم می گوید من نمی دانستم مردم چه می گفتن. پس آنها به او می گویند نمی دانستی و دنبال هم نکردی؟ سپس با تازیانه های آتشین به او می زنند و بر سر او نهیب‌های وحشتناک می‌کشند. احتمالاً برای شما هم یک سوال ایجاد شده که چطور میشه در قبر و برای یک جنازه این اتفاقات بیفتد. باید در جواب بگوییم که تمامی این اتفاقات برای روح ما در زندگی برزخی می‌افتد و از جزئیات این زندگی اطلاعات دقیقی وجود ندارد، چون هیچ کس از آن دنیا برای ما خبر از زندگی برزخی نیاورده.
در برخی روایات آمده است که میت پس از مرگ خود گذشت زمان را بر خود احساس نمی کند، زیرا بعد زمان و مکان مربوط به این دنیاست و میت هیچ احساسی در این رابطه ندارد و نمی فهمد که زمان چگونه می گذرد. دقیقاً مانند لحظه‌ای که ما در خواب هستیم و متوجه گذر زمان نمی شویم. حتی اگر چند روز هم بخوابیم، انگار که برای لحظه‌ای در خواب بودیم. انسان بعد از مرگ حتی توانایی سفر در زمان را دارد و بعد مکان نیز برای روح ما معنایی ندارد و روح ما می تواند در هر لحظه‌ای و در هر مکانی حضور داشته باشد. اوضاع به همین روال برای ما در زندگی برزخی طی می شود تا اینکه زمان قیامت فرا می رسد و روز قیامت برای همه یکسان است. مرگ در این دنیا به این معنا نیست که ما زندگی رو از دست دادیم یا حس زمان رو از دست دادیم یا چیزی احساس نمی کنیم. ما در زندگی برزخی درد رو احساس می کنیم. از آینده و گذشته اطرافیانمون مطلع هستیم و حتی اگر در دنیا کار خوبی کرده باشیم که هنوز بعد از مرگ ما اون کار منفعت شامل حال دیگران میشه، برای ما در برزخ ثواب هم نوشته میشه. خداوند متعال انسان را 100 سال در دنیا عمر میدهد و چون او میمیرد به او میگویند به گذر عمر خود نگاه کن، انگار که فقط یک روز یا نصف روز در دنیا بودی. در قرآن نیز بیان شده که یک نفر با خود در لحظه این میگوید چگونه میشود که خدا انسانها را بعد از چندین سال در روز قیامت دوباره زنده می کند. پس ملک الموت در همان لحظه به فرمان خدا جان او را می گیرد و او پس از 100 سال مجدداً زنده می شود. پس به او گفته می شود که تو 100 سال هست که مرده بودی و به استخوان‌های خرد بنگر که پوسیدن و حالا به اذن خداوند دوباره بر آنها پوست و گوش می کشیم و او را دوباره زنده می کنیم. بعد از آن شخص اعتراف کرد که می دانم خداوند بر هر امری قادر و تواناست. بعد از این داستان می تونیم حتی به داستان اصحاب کهف نیز نگاهی بندازیم. اصحاب کهف 300 سال در غار مرده بودند و وقتی از آنجا بیرون آمدند انگار که فقط 9 سال به سن آنها اضافه شده بود. خواب مانند مرگ نیست و مرگ در گذر زمان سریع‌تر است و آن مرده هایی که سالها پیش مرده اند وقتی از داخل قبر بیرون بیاین آنها را طوری میابی که انگار برای مدت کوتاهی آنها را ندیدی و ظاهرشان خیلی فرق نمی کند مگر به اذن خدا. خداوند متعال بر هر چیزی تواناست، زیرا اوست که هرگاه چیزی را بخواهد به آن میگوید باش و میشود. این روز قیامت است که 50,000 سال طول دارد و میگذرد. پس ای بندگان خدا، از خدا بترسید و بدانید که مرگ نزدیک است و فردا همه ما در خاک خواهیم افتاد. خدایا آنچه که به ما سود می‌بخشد را به ما بیاموز و در این دنیا روزی پاک و حلال را قسمت ما کن و ما را در بهشتت جاودان فرما. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین و برای بهتر شدن این کانال نظرات مفید خودتون رو توی قسمت کامنت بنویسید و این ویدیو رو برای دوستانتون شیر کنید. برای دیدن ویدیوهای جدید و جذابتر روی یکی از این ویدیوها کلیک کنید و برای عضو شدن به این کانال روی عکس کانال کلیک کنید. با تشکر تا ویدیویی دیگر، بدرود.